تلویزیون ای تو در سراسر جهان. من پرویز مینویی هستم، مطابق معمول روزهای دوشنبه و چهارشنبه در خدمت شما عزیزان هستم. بعد از ظهرها ساعت 6:30 به وقت واشنگتن تا 8 من در خدمت شما هستم. این برنامه روزهای چهارشنبه همزمان که در ای تو پخش میشه، همزمان به وسیله مردم تیوی و به وسیله رادیو ایران هم پخش میشه، که حالا من توی برنامه دوباره از این عزیزان صحبت خواهم کرد. امروز که این برنامه رو خدمتتون تقدیم میکنم، روز اول اردیبهشت ماه 2575 هخامنشی است که برابر است با 20 ماه آوریل 2016. عرضم به خدمتتون که من یه سری مقاله های رو که مقاله که گفتار بود دیگه، البته نوشتهش هم بود سه تا نوشته نوشتم و فرستادم برای یک نشریه که نمیدونم چاپ شد یا نشد. در حقیقت در نوشته اول نوشتم که ما نیمی از تاریخمونو، یعنی ماه 2575 سال که تاریخمونه، در واقع نزدیک 1200 سالش رو با سلسله های هخامنشی، اشکانی، ساسانی آقای دنیا بودیم. در زمان کوروش ما تنها کشور قانونمند جهان بودیم، البته کشورهای دیگه بودن قبل از ما ولی بر اساس قارت بودن، ولی این بر اساس قانونمندی بوده و این اولین کشور قانونمند بوده. بعد کوروش که بود دیگه کشور دیگه نبود، داریوش که بود که دیگه کشور دیگه نبود. وقتی خشایارشا اومد، یونانی ها یواشواش قدرت گرفتن و خب بین خشایارشا و یونان جنگ های کوچک و بزرگی در گرفت. بعد مقاله، این مقاله اول. مقاله دومی بود که چجوری شد که ما آقای دنیا شدیم. من توضیح دادم که چجوری شد، ما چیکار کردیم چجوری شد، و بیشتر با آموزهای زردشت، چون آموزهای زردشت میگه که من مشیا و مشیانه، یعنی مرد و زن اولیه رو مساوی خلق کردم، برتری به هم ندارن، و با خرد بزرگ خلق کردم و بر اساس این خرد بزرگتون، خرد ژرفی که به شما دادم، شما دنیا رو رهبری کنید، زمین رو اداره کنید و این چیزا رو در نظر بگیرید که آبادسازی، شعارتون آبادسازی باشه، عدالت داد باشه و دهشمندی باشه به مردم، به دوستانتون، به غریبه ها حتی ببخشید و به شادزیستی باشه. حالا که میگم دهشمندی، یکی از پادشاهان ایران با پادشاه روم جنگ میکنن و در جنگ میکنن، پادشاه روم شکست میخوره، قرار میشه یه مقدار پول سکه به پادشاه ایران بده. پادشاه ایران که میفرستد گروهی رو که برن اون سکه رو تحویل بگیرن، میگه که دستور دادم 10,000 از اون سکه رو بین مستمندان رومی پخش کنن. این کتاب به اصطلاح مقدمه ای بر اندیشه های ایران شهری شاهین نژاد این توش هست. پس یعنی دهشمندی، حتی به دشمنم دهشمندی کنید، بخشش کنید. بعد خب، بعد که مقاله اول که ما آقا بودیم، مقاله دوم چجور آقا شدیم، مقاله سوم چجور سقوط کردیم. نوشتم سقوط کردیم، سقوط تو سقوط اونیم که از آموزهای زردشت دور شدیم، هر چقدر دورتر شدیم ضعیفتر شدیم تا اینکه سقوط کردیم. خود انوشیروان و پاپکان که همون میگن بابکان ولی در اون کتاب میگه پاپکان صحیح، چون خودش تبارش نگهبانان آتشکده بودن و لذا وقتی که پادشاه شد اول کاری که کرد گفت دین رسمی ایران زردشتیه. البته در اون کتاب میگه که همه صاحبان همه ادیان
آزاد بودم و به هیچ کس ظلمی نرفت و آزاری نشد. ولی خب در بخش از دوره ساسانی 400 ساله ساسانی حتی جزیه میگرفتن از کسانی که زردوشی نمیشدن. بعد این باعث شد که خب به اصطلاح پیغمبر شرق دنیا یعنی بودا افکارش مقدار نفوذ کرد. افکار بودا یه مقدار افکار از دنیا گذشتن و بیخیالی و درویشی و عرفان و نمیدونم صوفیگری و اینجور چیز هاست. اساس دینش اینه که شما اگه بخوای راحت زندگی کنی به چیزی دل نبند، چون اگه به چیزی دل نبندی موقع دست دادنش هم غصه نمیخوری. خب کسی که اینجوری فکرشه خب میره توی خود بودا کاخ ول کرد و رفت توی جنگل اونجا شب و روز اونجا موند. بعدم مانی در ایران ظاهر شد که مانی گفت فرشته‌ای بر من ظاهر شد. اینی که میگم از توی کتاب تاریخ ایران دکتر عبدالله رازی صفحه 104-105 یعنی همینطوری نمیگم، فرشته‌ای بر من نازل شد و گفتش که تو برگزیده شد که پیامبر باشی ولی باید گوشت نخوری، شراب نخوری، با زنها هم نزدیکی نکنی. یعنی بازم همون درویشیگری، یعنی بازم همون بیخیالی. به هر حال این آقای مانی و یارانش بعد از یه مدتی که در کشور بودن و بسیار هم دینشون توسعه بده کرد تا اروپا تا چین بسیار جای مختلف رفت، نمایندگی داشتن، نمایندگانی داشتن که نمایندگان رو میفرستادن در جای مختلف. اونایی که به اصطلاح مبلغ دین بودن باید این شرط رو رعایت میکردن، گوشت نمیخوردن، هر نوع گوشتی نمیاد میخوردن و شراب نباید میخوردن و با زن هم نزدیکی نباید میکردن، ولی مردم عادی میتونستن این کارا رو بکنن و در نشین بزرگان فقط بودن. اینا حتی به اروپا رفتن، آثار مانی در اروپا بسیار وجود داشته و حتی اون دادگاه تفتیش عقاید و اینا، یعنی اونا مانی ها رو میکشتن، بر افسران مانی رو میکشتن. و یکی از دانشمندان مسیحی که کتاب های مسیحی رو نوشته اون مانوی بوده و افکار مانی رو در کتاب های مسیحی دخالت داده و تزریق کرده، به قول شاهی نجات تزریق کرده این افکار رو در باورهای مسیحی. بعد که مانی و یارانش کشته شدن بعد مدتی گذشت دیگه سالهای آخر مزدک اومد. خب مزدک هم یه سی سالی بی‌نظمی در ایران ایجاد کرد و مردم رو از آموزهای در زردشت دور نگه داشت و اینا باعث شد که همونطور که در چکون سعود کریم گفت و سوم گفتم در 4 سال از مرگ خسرو پرویز یعنی کشته شدن خسرو پرویز تا یزدگرد سوم به پادشاهی رسیدنش در 4 سال 12 تا پادشاه عوض شد. این نشون میده که کشور نظمش از هم گسیخته بود. بعد من رسیدم که چیکار کنیم که دوباره برخیزیم، چیکار کنیم. خب یک ملتی که 1200 سال آقای دنیا بوده پس این استعداد این رو داره، پس یک عواملی باعث شده که از آقای افتاده. اگر اون عوامل رو رفع کنیم میتونه دوباره آقای دنیا بشه. حالا ما نمیخوایم دوباره کوروش بشیم، داریوش بشیم، ولی میتونیم ژاپن بشیم، اندونزی بشیم، چین بشیم، کشورهای پیشرفته دنیا بشیم. اگر امریکا نمیشیم میتونیم مثلا همونطور گفتم اندونزی و مالزی بشیم، اونو کشورهای پیشرفته ای هست. برای که این کار بشه باید یک کارهایی بکنیم. من اول فکر کردم که خیلی Mr. Bombastic, really fantastic. Touch me on my box, she says, Mr. You live life your way. We can help you retire your way, too. Financial guidance while you're mastering life.
From Chase, so you can. نگاه کنیم اینقدی میبینیم. غافل از این که این میلیون ها کیلومتر از ما دوره. و چون دوره اینقدر کوچیک به نظر میاد. و اگر نزدیک باشه که ما در کتاب میخوندیم که اگر خورشید به اندازه یه هندونه فرض کنیم زمین به اندازه یه دانه خشخاش در مقابل اون خواهد بود. دانه خشخاش مثل این دونه هاییست که رونا نونا میزنن که مثلا نمیدونم سیاه سبز رنگ های مختلف قهوه‌ای اینا این مثل اینا این اندازه بوده. یعنی این دونه رو بذاریم بلو خورشید این بلو هندوانه این میشه اندازه زمین. خب پس بنابراین به علت دوری ما اینقدر میبینیم. اگر کسی توی خورشید باشه که البته میسوزه اگه زمین رو نگاه کنه اصلا نمیبینه زمین رو چون نه نوری داره نه هیچی از اون فاصله بعید مگر اینکه تلسکوپ های قوی وجودش باشه. پس بنابراین اون نوشته هایی که من فکر میکنم چهار قسمت خواهد شد در واقع هفت قسمت میشه. قسمت یک و دو و سهش همونطوری که خدمتتون گفتم هست. بعد قسمت سه قسمت دیگه میخواد شش قسمت میشه. سه قسمت دیگه یک گفتگو با آنهایی که باورمند و خیلی محکمن که اگه بگی قرآن بده قرآن اشتباه گفته فلان گفته که اصلا ترش میکنن اصلا حرفتو گوش نمیدن روشون اونوری میکنن و بگم دروغ میگه. یکی اون به افرادی که تو ایران میگفتن شیرخشت مزاجن یعنی صفر Cheez-It grooves are the perfect union of a Cheez-It and a chip. You mean like they got married? I guess. You'd make a pretty bride in that wedding gown. Oh, it's a lab coat. Hey, everyone, Joe's getting married. I am not. We take time for our cheese to mature in our crispy Cheez-It grooves. نمیدونم خودم چجوری پول بردارم به کارگرام چجوری پول بدم. سه تا کارگر تکنیکیان دارم، یه خانومی که اونجا نشسته، چهار نفر، با خودم پنج نفر. این هر هفتگی ما حقوق میدیم، هر هفته باید پرداخت کنیم. پرداخت کنیم باید پول بیاد تا پرداخت کنیم. اگه پول نیاد نمیتونیم پرداخت کنیم، پس مجبورم کار کنم. ولی در قسمت ششم و پایانه باید به افرادی روی سخن به افرادی است که اینها آگاه شدن و میدونن که اصولا کسی نیست اون بالا که به ما بگه نماز بخون فلان کن کار بکن بهشت و جهنم. حتی پاپ فرانسیس که مال آرژانتینه اولین پاپی است که از امریکای جنوبی است و اسپانیشه این گفته که آقا سوزاندنی در کار نخواهد بود، جهنمی در کار نیست. واقعا عقل سلیم میگه که جهنمی در کار نخواهد بود. اولا که جهنم اگه باشه خب باید یه جایی بفهمیم ما انسان ها همه نقاط کره زمین و منظومه خورشید و بسیار نقاط کهکشان رو فهمیدن. خب جهنم اگه باشه که برای انتقال به جهنم که نمیشه که مثلا با سرعت نور سوار سفینه شد رفت تو با این سرعت خودش آدم نزد تو آتش جهنم که اگه باشه باید این نزدیکی ها باشه. و همونطور که محمد از قول خدا میگه که به
پرستوها دستور داده شد برن از جهنم ریکای داغ به دهنشون میگن حالا جهنم آدم
Cheez-It grooves are the perfect union of a Cheez-It and a chip. You mean like they got married? I guess. You'd make a pretty bride in that wedding gown. Oh, it's a lab coat. Hey, sorry. Everyone, Joe's getting married. I am not. We take time for our cheese to mature in our crispy Cheez-It grooves. مولا میگه شراب نخورید. خب این چجوری که اگر همه این پیغمبرها از جانب یه نفر اومدن، پس اون یه نفر انگار از یو میگه. یه دفعه میگه بخورید، دفعه میگه نخورید، دفعه میگه بخورید، دفعه نه. حالش خوب باشه میگه بخورید، حالش بد باشه میگه نخورید. حالا تو بریم یه مقداری هم بیداری رو برای تو بخونم، بعد چند تا دو تا تحقیق دیگه همینطوری هم دارم برای تو میخونم. برگردان از محمد خوارزمی از سایت آتئیست های امریکایی. آتئیست های امریکا، آتئیست یعنی این کسی که خدا رو قبول نداره، یعنی این کسی که میگه که ما نه بهشتی در انتظار ماست نه جهنمی، ما خودمونیم خودیم و باید سعی کنیم که این دنیا رو برای خودمون خوب درست کنیم. حالا ببینیم که چی نوشتیم. از سال 1959، یعنی زیادم سالی نیست، 60 اگه بگیریم 40 50 53 4 سال، خانواده مورای امریکایی بر علیه دعاخانی بچه ها در مدارس عمومی به پا خواستن. پا به پایه های آتئیست های امریکایی به طور عمومی ریخته شد و از سال 1963 امریکن آتئیست تشکیل شد، سازمانی به خاطر آزادی مدنی خدا ناباوران و جدایی کامل مذهب از حکومت و دولت و جلوگیری از آموزش‌های مذهبی و دعاخوانی در مدارس. این سازمان در حقیقت از بطن همون دادگاه خانواده مورای بیرون آمد. پس یک آقای مورای بود، رفت به دادگاه شکایت کرد که من آتئیستم، من خدا رو قبول ندارم، اینا هر روز بچه منو تو مدرسه وادار میکنن که دعا بخونه و من نمیخوام این اتفاق بیفته. دادگاه رأی داد که راست میگه، این نمیخواد دعا بخونه، اینجا تو این کشور مذهب اجباری نیست، هر کی میخواد نداشته باشه نداره، و به نفع آقای مورای رأی داد و از اونجا این آتئیست ها تشکیل شدن. به این شرط تعریف میکنن یک فرد خدا ناباور خود را دوست دارد و همینطور هم نوعش را دوست دارد و به جای اینکه خدا را دوست بدارد، یک خدا ناباور بر این عقیده است که بهش چیزی است که ما اینجا در زمین و هم اکنون داریم و باید بکوشیم تا تمام مردم از این بهشت نقد لذت ببرند. یک خدا ناباور بر این باور است که از دعا چیزی آید انسان نمی شود، بلکه او باید در خود قدرت و اراده آن را بیابد که با واقعیت زندگی روبرو گشته و با آن دست و پنجه نرم نموده و از آن و آن را مطیع خود گرداند. ببینید دعا، هر پدری مادری که میخواد بمیره خانواده دعا میکنن که نمیره، ولی هیچ وقت این دعا مستجاب نمیشه، همیشه اون طرف میمیره. اگه من سنم خیلی بالا بره، البته من حالا در میانسالی بالا هستم،
از میان سالی بالا رد کنم برسم به آغاز پیری. به هر حال سنم که زیاد بشه مریض بشم، خب یواش یواش هم مثل همه دیگه رفتنیه. تو اثری نمیکنه که. هر جنگی میشه طرفین این جنگ مردمان اون کشور دعا میکنن اونا پیروز بشن، مردمان این کشور دعا میکنن اینا پیروز بشن، هیچ اتفاقی نمیفته. دعا کاری نمیکنه. بله، در حفظ و حمایت و جدایی حکومت و مذهب کوشش پیگیر دارم. در رسانه ها فعالت تا از خدا شناسی انتقاد کنند. آنها همه این تلاش ها را برای بهره‌مندی بیشتر انسان ها از زندگی خود انجام می دهند. خب این مقاله هم اینجا منه. بله، پرویز مینویی آدم فضایی. بذار من اینو خودم براتون تعریف کنم. نوشتم که شما فرض کنید که یک انسان‌های در فضا زندگی میکنن، اینا یک پژوهشگران یک کاوشگران اینو میفرستن به کره زمین که اینا در تاریخ بعد به پیدایش انسان تا به امروز بررسی کنن چه دین های وجود داشته و این رفته و چه دین هایی هست. یعنی مثلا اینا که بررسی میکنن میبینن مثلا فرض کن 3000 سال پیش مثلا در امریکا فرض کنیم که مثلا مار رو میپرستیدن مثلا، یا در هندوستان موش رو میپرستیدن، یا در فلانجا گربه رو میپرستیدن، یا در فلانجا یک رودخانه رو میپرستیدن. اینا میرن برمیگرم به مردمان مثلا 20000 سال پیش میگن خداتون چیکیه؟ میگن این رودخونه خدای ماست، این بهترین دین اینه که ما خدای این رودخونه رو بپرستیم. بعد مثلا میگن چند هزار سال بعد میگن خدای شما چیه؟ خدای ما خورشیده، بهترین چیه؟ خورشید بپرستیم. بعد میرن مثلا میرسن به یه جایی میگن خدای ما آتشه، بهترین چیز آتشه. بعد همینطوری میان تا بالاخره خداها از شیء و جسم و اینا میرن به آسمون. هر کدوم میگن با پس ببینید ده ها هزار دین در دنیا وجود داشته، هر دینی شاخه شاخه شده، هر شاخه یه مذهبی شده، اون بازی یه شاخه شده، اون یه شاخه شده، همه میگن ما برحقه، ما تنها دین برحقه خدا هستیم. خب حالا اون ماموران فضایی میرن به
Cheez-It grooves are the perfect union of a Cheez-It and a chip. You mean like they got married? I guess. You'd make a pretty bride in that wedding gown. Oh, it's a lab coat. Hey, everyone, Joe's getting married. I am not. We take time for our cheese to mature and our crispy Cheez-It grooves. اون وقت اون زیاد آقا همین کار خواهران و برادران کلیمی من قربون شکل ما تو برم همین کارا رو رژیم اسلامی هم داره میکنه. یه دونه امامزاده سیار گذاشته روی تریلی، اینو میبره هر توی هر دهی روستایی یه مدت میذاره، شاید هم یه دونه نه ده ها میذاره اونجا و میگه شما بیایید پولاتون بریزید اینجا تو گناهاتون بخشیده بشه برید بهش. آقا همین کار پاپ هم میکرد، یه دونه صندوق میفرستاد یک کشیشی به نام تسلا میرفت میگفتش که هر کی سکهش من زین تو تا صدای سکه بلند بشه گناهانش تموم پاک میشه همه میره بهش. خب مسیح کلمی های عزیز اینا همش کلک آخونداست، میخوام پول جمع کنن، چه مسلمون باشن چه مسیحی باشن چه کلمی باشن، اینا میخوان دسترنج من و شما رو بگیرن. بهایی ها 10% از پولشون میزنن برای حضرت القدس توی اسرائیل که چی بشه؟ که اونجا هی بنای گنده تری درست کنن. آخه مگه اصلا میگن بنایی که در حضرت القدس توی اسرائیل درست کردن از همه بنایی که دنیا ساخته شده قشنگ تره؟ حالا پول کیه؟ پول این دوست عزیز منه که اینجا کار میکنه باز من 10% پولشون میفرسته برای اونا. هرچی فکر میکنم نفهم که اون اولش گفت عیسی به یه دلایلی از مصر فرار کرد، چرا فرار کرد؟ خوردن حامس در این روز تنها تا حدود ساعت 4 ساعت پس از طول آفتاب مجاز است و حد اکثر تا 5 ساعت. حامس منظورش، من البته این مقاله رو خوندم دیگه، اون کلمه هم هاموس شاید باشه. برحال نون دو جوره، یکی نون معمولی که ما میخوریم، یکی نون فطیره. نون معمولی که ما میخوریم خمیر و آرد و با آب قاطی میکنم، ورزش میدم، فلانش میکنم، بعد یه مقدار خمیر ترش بهش میزنم، یعنی از خمیر مونده قبلی بهش میزنم. اخیرا دیگه اون کار نمیکنم، یست میزنم، یه چیزیست که میزنم اینو میدیدن تو این خمی، اونم همون چیزه مخمره دیگه، یعنی این خمی این اینو تخمیر میکنه، یعنی توش گازهای ایجاد میشه ور میاد، یعنی اگه مثلا یک چیز درست میکنه اینقدر توی مثلا لگنی بعد یه مدتی اینقدر میشه، اون وقت این میگن این خمیر ور اومده، اون خمیری که ور نیومده میگن فطیره، هنوز ور نیومده. اینا چون با عجله میخواستن برن خمیر کرده بودن، نه ور نیومد، خوردن نون فطیر خوردن. حالا قوم یهود باید یه مدت این نون فطیر بخورن که اون یادشون بیاد. بعد میگه که تا ساعت حدود 4 ساعت پس از طول آفتاب مجاز است و حد اکثر تا 5 ساعت پس از طول آفتاب نیز میتوان آنها رو در اختیار داشت. خوردن نان فطیر شرعی در این روز تا پیش از فرارسیدن مراسم شب ممنوع است. گاهی ممنوعه گاهی آزاده. در ایام قدیم بیشتر مردم کشاورز بودند و بهار آغاز فصل درو کردن محصولات کشاورزی بود. حتما اشتباه چاپی شده وگرنه بهار که نمیشه پاییز میشه. روز 16 ماه نیسان
دومین روز موعد پسح از نخستین محصول جو هدیه شکرگزاری و سپاس از زحمت‌های الهی به معبد مقدس تقدیم می‌شد. ببین بازم آخوندا باج می‌گیرن ها. اولین چیزی رو ببرید، اولین چیزی که به دست میاد، اولین محصول، سر محصول رو ببرید معبد مقدس. نبرید معبد مقدس خودتون بخورید ها. بدید معبد مقدس بدید اونا بخورن. برابر نوشته های حالا مثلا یک کسی روز اول عید پسح پس از غروب آفتاب مقداری از محصول جو با تشریفات ویژه و با حضور جمعی از دهقانان و نمایندگان شورای عالی مذهبی دور میشد از جو درو میشد از جو درو شده دو پیمانه آرد به معبد مقدس تقدیم میکردید و از سوی دیگر بر اثر فرمان تورا از روز دوم پسح به زمانی که عمر تقدیم میشد تا فرارسیدن عید شاوراوت به مدت 7 هفته باید شمرده شود. این شمارش به سفیرات معروف بوده و نشانه انتظار بنی اسرائیل برای دریافت تورا و تعالیم آسمانی است. خب اینم دیگه یک ببخشید من نتونستم همهشو بخونم، یه تیکایشو خوندم. به حال اطلاعات جالب بود که من خودم خیلی از این موضوع یاد گرفتم. بله من داشتم میگفتم که این روزهای چهارشنبه این برنامه‌ای که من خدمتتون تقدیم میکنم، آقای امید امیدوار که در واشنگتن در دفتر مرکزی واشنگتن کارگردانی فنی میکنه و طریق اینترنت میفرستن و ایشون که میفرستن ازشون سپاسگزارم. آقای ناصر توکلی در دفتر هوستون میگیرن این رو و از طریق اینترنت میفرستن روی رادیوی ایران که رادیو 24 ساعته است و این رادیو رو هر کی بخواد گوش بده باید بره www.k علامت همه رادیو هست و چون این هست رادیو ایران هوستون تگزاس پس باید بزنه RIHT که اول حرف اول رادیو ایران هوستون تگزاسه، بعد بزنه روی کو یعنی CO یا کام COM هر کدومش بزنه بسیار قشنگ میتونه این صدا رو بشنوه. و جناب پارسا سرمی در مردم تیوی محبت میکنن اینو پخش میکنن و بعد لینکش هم برای من میفرستن میذارن روی یوتیوب و چند نوبت در خود تلویزیون پخش میشه و بازم تکرار میشه. سپاسگزارم از این عزیزان گرامی. یه مطلبی رو میخونم از مجله میراث ایرانیان. یه آقایی اسمشون رو ببینم چیه، دکتر جواد محسنیان یه مقاله نوشتن، من این مقاله رو تو میخونم، البته تیکاشو میخونم. این جانب که با اجازه خوانندگان با کمال فروتنی اظهار میدارم که ملی کردن نفت در ردیف کوچکترین خدمات مصدق به جامعه ایرانی بود و چه بسا که در ردیف آخر خدمات ایشان قرار دادن. به جدول زیر توجه فرمایید: ملی کردن صنعت نفت در سراسر کشور، تامین استقلال ایران پس از سالها فرمانبری از استعمار انگلستان، آزادی بیان و احزاب حتی حزب‌های مخالف از جمله حزب توده، عقیده این روانپزشک که پرورش یافته شهر نفت، بزرگترین خدمت مصدق، تغییر کلی فرهنگ استعماری و روح روان استعمار خورده ایرانی بود. من یه جایی دیگه و اما در مورد قهرمان سومی باید چند کلمه از آبادان و خوزستان قبل از ظهور مصدق صحبت کنم که استعمار انگلیس را با جان و دل پذیرفته بود. کارگران نفت انگلیسی‌ها را صاحب خطاب می‌کردند و کارمندان را سر.
استعمار مکار انگلیس جامعه استعمار زده هند را به خوزستان وارد کرده بود و از آنجا به حکومت مرکزی در تهران مردم بعد از نماز روزانه به جامعه به جان اربابان انگلیسی دعا میکردند که نفت را از دل خاک بیرون کشیده و نان بر سفره آنان گذاشته است. نویسنده در کتاب جدید خود این را به تفصیل شرح داده است. برحال این آقایی که روانپزشک هستند، دکتر جواد محسنیان، معتقدند که در طول تاریخ ایران ما سه قهرمان داریم. بله، این البته یه نویسنده های دیگه هم اینجور ذکر کردن. ست قهرمانشون عبارت است، از نظر ایشون ست قهرمان عبارت است: کورش بزرگ، فردوسی بزرگ و مصدق. من منکر خدمت کورش بزرگ نیستم، بزرگه. منکر فردوسی هم نیستم، منکر مصدق هم نیستم، ولی میگم که این دوست عزیز ما ایشون کم لطفی میکنن، دیگر قهرمان های ایرانی رو نمیبینن. مثلا فرض کنید که آقای امیر کبیر رو نمیبینن، مثلا نادرشاه رو نمیبینن، مثلا آقای رضا شاه بزرگ رو نمیبینن. آقای دکتر جواد محسنیان، ببینید، وقتی رضا شاه به قدرت رسید، یعنی هنوز شاه نبود، سردار سپه بود. اولین سمتی که گرفت سردار سپه بود. ببین آقای محسنیان، آقای سید ضیاءالدین طباطبایی به کمک انگلیسی‌ها می‌خواستن ایران امن امان بشه، چون که منافعی داشتن. اینجا راهشون بود که می‌رفتن زمینی، می‌خواستن راه از اینجا می‌رفتن به هندوستان که در مستعمره ایشون بود، خط تلفن داشتن و لوله های نفت داشتن، خیلی چیز دیگه شد. نمیخواستن ایران بی نظم بشه، هر کس هر کاری میخواد بکنه. لذا سعی کردن آقای سید ضیاءالدین طباطبایی رو بفرستن برای بزرگان اونا، که اونا بیان یک کودتایی بکنن یا یک جوری با احمدشاه کنار بیان، قدرت رو به دست بگیرن و حکومت و ایران رو یه مقدار تأمین و به اصطلاح امنیت رو بیارن به ایران. و آقای سید ضیاءالدین طباطبایی در کتابی که آقای دکتر صدرالدین الهی نوشتن میگه که من ولو هر کی رفتم هیچ کس حاضر نشد این کارو بکنم، ولی زا به خود گفتم خودم این کارو میکنم و رفتم آقای رضا خان رو پیدا کردم. دم این افسری است که میتونه واقعا قدرتمند باشه و ارتش یک پارچه کنه، به کار من بیاد. پس رضا خان رو سید ضیاءالدین نبود. Red beans. Popped sorghum. Pepitas, yellow peas. Introducing the new Kashi Goline cereal. Plant-powered ingredients to help you live your active life. They just go together. جواد محسنیان، سفارت انگلیس در تهران گفت به رضا خان اختار داد، حق نداری بری شیخ ازل کاری داشته باشی. یا رضا خان من نمیخوام کارش ندارم، میخوام برم دیدنش. وسط راه که میرفت توی هر شهری که میرسید کنسول به اصطلاح انگلستان میامد، میگفت
آقای رضا خان نرید طرف چه خزن مزاحمت ایجاد نکنید. این از طرف ما مدال داره، ما بهش قرارداد داریم، ما نماینده ما در اونجا، حق ندارید کارو بکنید. رضا خان گفت نه کاری ندارم. ولی دو تا ارتش آورده بود نزدیک خرمشهر، اون نزدیکا مثلا 100 کیلومتر اونجا قرار داده بود که شیخ خزر میدونست این ارتش اونجا. اونجا رضا خان اینقدر زرنگ بود آقای محسنیان، اینقدر باهوش بود که میدونست اگه بره مستقیما با ارتش سراغ شیخ خزر، انگلیسی ها میان با کشتی هاشون و با سرباز هاشون جلو کارش میگیرن. چون قبلا هم این اتفاق افتاده بود، افغانستان از ایران، هرات از ایران داشت جدا میشد. محمدشاه قاجار رفت سلاح بفرسته که اون یاغیه، فرمانده یاغی اونجا رو سر جاش بمیشونه. که انگلیسی ها اومدن جنوب، کشتی هاشون گفتن آقا ما اینجا رو همه رو به توپ میبندیم، چون برگرد نمیخواد بری هرات. بابا این شهر ماست، کشور ماست، اینجا شهر ماست، ما حق نداریم از تهران بریم اون شهری که مال خودمون اونجا کاری بکنیم، نه حق نداریم. آقای رضا خان با دو سه نفر آدم رفت اونجا. آقای رضا خان از خیابونای رد میشد که دو طرف خیابون تفنگچی‌های شیخ خزر روی پشت بوم‌ها نشسته بودن، با تفنگ نشونه می‌رفتن رضا خان رو، آماده شلیک بودن. رضا خان اصلا اهمیت نداد که این همه تفنگ رو به اون نشانه رفته. اومد رفت به شیخ خزر گفت چرا مالیات نمیدی؟ گفت میدم قربان. رفت اون تو پذیرایی شد، پذیرایی چه مدت مون. بعد این همین زاهدی رو، سرتیب زاهدی، تیمسار زاهدی، یا اون موقع شاید سرنگ زاهدی بود، من نمیدونم، فضل الله زاهدی، پدر اردشیر زاهدی، اینو با یه نفر چند تا افسر اونجا میذاره، میگه آقای شیخ خزر اینا دوستان منن، از اینا پذیرایی کن. چون که خودش نمیتونست با شیخ خزر در بیفته به ترس انگلیسی ها، برمیگرده میاد تهران. زاهدی میره به شیخ خزر میگه آقا تو این کشتی تفریحی چنیدین مهمونی های خوبی میده، یه بشن ما رو دعوت کن. دعوت میکنه، رقص میارن، رقاصه میارن، فلا میارن، مشروب میارن. اینه میگه به نگهبان ها مشروب بده، همه که مست میشن به سربازای خودش که با قلامت میدن، سربازا از نردمونی که از کشتی آویزون میکنن میان بالا، شیخ خزر میگیرن دست پسته، بدونی که اون نگهباناش بفهمن، یه پارچه چیزی روش میندازن برش میدارن میارن، یه سری میارن تهران. انگلیسی ها میفهمن که شیخ خزر اومده تهران. آخه عزیز من اگر رضا خان نبود، اگر رضا شاه نبود، قربونت برم مثلا آبادانی برای ما نبود، آبادان جدا شده بود، آذربایجان جدا شده بود، خراسان جدا شده بود. نه منظورم فرقه دموکرات نیست، تا نمیدونم اسماعیل آقا سیمتخو اونجا رو جدا کرده بود و سردار ماکویی اونجا بود، همه اینا بودن. شما چه عزیز من، شما یه گل میبینی گل دیگر رو نمیبینی، این کم لطفیه. آقای محمد رضا شاه رو نمیبینی؟ آقای محمد رضا شاه همین بس که گفته بود هر کس سال یه دفعه میتونه بره اروپا یا خارج از کشور یه ماشین بیاره بدون مخارج گمرکی. هر کس میرفت یه ماشین میخرید، مثلا میرفت از آلمان یه بنز میخرید، مثلا فرض کنیم که 10,000 دلار، میامد ایران این بنز رو میفروخت مثلا 14,000 دلار، 13,000 دلار، چون اگه گمرکی میداد گرون میشد، ولی چون گمرکی نمیداد پس بنابراین زیر قیمت بازار بود، پس انرژی سود میکرد. چرا آقای محمد رضا شاه این کاری کرد؟ این کاری کرد که مردم برن ببینن، آشنا بشن با تمدن غرب. آقای دکتر جواد محسنیان، آقای محمد رضا شاه دستور داد از در کودکستان تا آخرین سال دکترا، هنوز هیچ جای دنیا اینجوری نیست، تا آخر دکترا تحصیلات مجانیه. خب پول نداری؟ وام شرافتی میدیم، کمک هزینه میدیم، برو درس بده، حق تدریس میدیم. بعد دانشجوهای ما رفتن حسینیه ارشاد گوش دادن به حرفای شریعتی. فاطمه را از نو بشناسیم، فاطمه
دوباره فاطمه از نو شناخته شد. خوان نو شناخته شد چی از نو که بررسی کردی چه چیزی جدیدی در فاطمه یا پیدا کردی؟ یه نوع گیلین بافی جدیدی اخراج کرد، یه نوع سبد بافی جدید گفت این فاطمه این سبد اینجوری درست کنی بهتر میشه، قشنگتر میشه. یه غذای خوبی گفت این غذا رو مثل سالاد نمیدونم سیزر سالاد، آیا گفت این غذای فاطمه ای من درست کردم؟ همش گریه کرد تا مرد. توی اونجا یه خونه یه مدینه یک جایی میگن بیت الاحزان، من خانمم رفته دیده اونجا، یه دیده که فاطمه بچه هاشو برمیداشت میرفت اونجا همینطور گریه میکرد، بعد با گریه میامد خونه. یک مقاله است در ایرانیان، عنوانش هست احزاب بیشمار امریکایی و نامزدهایشان سه افسانه درباره انتخابات امریکا. سه افسانه رایجه، میخواد این بگه که این سه افسانه همش هر سه تاش دروغه. افسانه اول، در امریکا هر 8 سال قدرت بین جمهوری خواهان و دموکرات ها جا به جا میشود. پیروزی جورج بوش پدر در پایان 8 ریاست جمهوری رونالد ریگان است. هم ریگان و هم بوش جمهوری خواه بودند و عملا این حزب 12 سال کاخ سفید را در دست داشت. برخی از این جمله را آره این جدول کنیم یه دیگه چه بخونیم. جمهوری خواهان در فاصله سالهای 1869 تا 1885 با 4 رئیس جمهور به مدت 16 سال به طور مداوم کاخ سفید را در دست داشتند. دموکرات‌ها در فاصله سالهای 1933 تا 1952 با 2 رئیس جمهور 20 سال ریاست قوه مجریه را به دست داشتند. 20 سال با 2 تا، یعنی با 2 رئیس جمهور، یعنی 1 رئیس جمهور 8 سال بوده، 1 رئیس جمهور 12 تا بوده. یه روزول در جنگ جهانی دوم بهش مردم گفتن تو دوره سوم رئیس جمهور بشو، استثناست فقط. در واقع این جمله برای 23 سال اخیر صادق است، نه برای کل امریکا. در 23 سال اخیر هر 8 سالی عوض شده، ولی این قانون نیست. افسانه دوم، در امریکا فقط 2 حزب وجود دارد و آنها به هیچ حزب دیگر اجازه فعالیت نمیدهند. بر اساس وضعیت آرا در سال 2015 تعداد احزابی که به دلیل داشتن حداقل رأی مورد نیاز دست کم 1% در امریکا به رسمیت شناخته شدند 221 حزب بوده است. یعنی ببینید قانون امریکا، من الان یاد میگیرم، در هر ایالتی هر حزبی تعداد آرایش به 1% کل آرا برسه میتونه 1 حزب تشکیل بده. و به این ترتیب در امریکا 221 حزب وجود داره. میدونسته تا حالا؟ همه فکر میکنن جمهوری خواه رپابلیکن، دموکرات دموکرات، یا دموکرات یا جمهوری خواه. نه، 221 حزب وجود داره. چرا اینا نمیان تو رسانه ها؟ چون تعداد رای دهندگانشون زیاد نیست. ولی 1% 1% خب چیز زیادی نیست که 1% اینا آوردن. مثلا توی تگزاس 1% اینا بیارن یه حزب درست میکنن، توی کالیفرنیا 1% بیارن یه حزب دیگه اونجا درست میشه. به این ترتیب 221 حزب درست شده. افسانه سوم، افسانه اول مردم فکر میکنن 8 سال جمهوری خواه 8 ماه دموکرات، غلطه. افسانه دوم که فقط 2 تا حزب وجود داره، غلطه. افسانه سوم، در انتخابات ریاست جمهوری امریکا تنها 2 نامزد حضور دارند. در امریکا هر کس دلش بخواهد میتواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. مجلس خبرگان هم وجود نداره، مجلس شورای نگهبان هم وجود نداره که بگه این قبوله این قبول نیست. پس در امریکا هر کس که دلش بخواهد میتواند نامزد انتخابات
ریاست جمهوری شود. نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در امریکا تنها سه شرط دارد. اول اینکه شخص باید امریکایی به دنیا آمده باشد یا پدر مادرش امریکایی باشند. شرط دوم این است که نامزد 14 سال در امریکا ساکن باشه، این آخرین بار 14 سال. شرط بعدی اینه که سنش بالای 35 سال باشه. اصلا نه مدرک تحصیلی میخواد، نه حتما باید مثلا فرض کنیم که حقوق بین الملل خوانده باشه، نه باید مثلا علوم اجتماعی خوانده باشه. آقا رئیس جمهور شدن شرط نداره، فقط شرطش این که 35 سالت باشه، 14 سال داشته تو امریکای باشی و امریکایی زاده باشی، یا خودت امریکایی باشی یا پدر مادرت. اگه پدر مادر تو رفته باشن تو چین ماموریت تو به دنیا آمده باشی، بازم میتونی رئیس جمهور بشی. اما اگه پدر مادر چینی هن نمیتونی رئیس جمهور بشی، مگر اینکه توی امریکا به دنیا آمده باشی. مثل آقای اوباما که تبار افریقایی داره ولی در هاوایی به دنیا آمده، در امریکا به دنیا آمده، پس میتونه رئیس جمهور بشه. امپراتوری آشور، گهواره تمدن، آغاز سال 1395 خورشیدی برابر است با آغاز سال 6766 آشوری. من این بازم مقاله سومی است که از تهران براتون میخونم، یه تیکایش میخونم براتون. سال نوی آشوری برابر با اول نیسان مصادف با اول اپریل برگزار می شود. آشوریان